درود بر شما همراهان گرامی، امروز جمعه هفتم آذر ماه هست و من به درخواست دوست عزیزی تصمیم دارم که توی این ویدیو سهم کبافک رو از گروه استخراج کانی‌های فلزی تحلیل کنم. همونطور که ملاحظه می‌کنید، نمودار مربوط هست به نماد کبافک در بازه زمانی روزانه. اگر گذشته سهم، یعنی جایی که سهم بعد از افزایش سرمایه‌ای که داشته باز شده رو نگاه بکنیم، سهم یک روند صعودی رو طی کرده، به محدوده حدود 5000 تومان هم رسیده، ولی همونطور که می‌بینید بارها، یک بار، دو بار، سه بار، حدوداً چهار بار به محدوده 5000 تومان نزدیک شده، اما نتونسته از محدوده 5000 تومانی خودش عبور بکنه و بعد از اون سهم وارد فاز اصلاحی میشه و تقریبا برمیگرده به همون محدوده‌ای که قبل از افزایش سرمایه، یعنی همون محدوده‌ای که بازگشایی شده بود سهم. بعد از اون ملاحظه میکنید که خب سهم دیگه، به من این رو حدوداً میتونم به عنوان کف مطلق در نظرش بگیرم. بعد از این کف مطلق سهم شروع میکنه یک روند نسبتاً صعودی رو و به همین ترتیب بالا میره و آخرین معاملات توی قیمت 3527 تومان برای این سهم انجام میشده. خب با توجه به چنگالی که من رسم کردم، البته توی بازه‌های بزرگتر من این چنگال رو رسم کردم، همونطور که می‌بینید سهم، اگر این رو به عنوان خط پایینی چنگال در نظر بگیریم، یک بار سهم بالا رفته و بعد از اون به خط پایینی چنگال واکنش نشون داده و مجدداً وارد فاز صعودی بعدی خودش شده و دوباره حالا یک اصلاح کوتاهی رو هم در پیش داشته، یا بهتره بگیم که داره. اما ببینیم این اصلاح، حالا با توجه به اینکه سهم اینجا یک کندل برگشتی زده، اما باید ببینیم که سهم اگر قرار باشه که پایین تر بیاد تا کجا احتمال اینکه پایین بیاد هست، یا اینکه اصلا شاید این انتهای این اصلاح کوتاه مدتش باشه. برای همین منظور من یک فیبو رسم میکنم به این شکل و همونطور که میبینید، اگه من اینو دقیق رسمش بکنم، همونطور که میبینید دقیقاً به سطح 100% فیبوی 3 نقطه‌ای که من رسم کردم سهم واکنش نشون داده و در همون جا یک کندل برگشتی هم زده. اما من درصدهای کوچکتر رو اگر حذف بکنم که خیلی همینجا شلوغ نباشه، ما گفتیم که سهم این آخرین کندلی که زده شده، شادوی کوتاه پایینی یا سایه کندلی که زده به خط 100% فیبو دقیقاً واکنش نشون داده. اما اگر قرار باشه که سهم پایین تر از این بیاد، تا کجا پایین میاد؟ سطح بعدی که میتونه به اندازه اون پایین بیاد، سطح 1.12 از فیبوی 3 نقطه‌ای هست، یعنی میشه قیمت 3285 تومان. این میشه سطح بعدی ما. در نهایت 1.27 فیبومون هست که میشه قیمت 3187 تومان و بعد از اون میرسه به این خط نارنجی رنگی که من رسم کردم، یعنی قیمت 3106 تومن. قیمت 3106 تومن دقیقا همون جاییه که آخرین کف برای سهم کبافک بوده و بعدش صعود دومش رو داشته.
و در گذشته سهم، من این خط رو کشیدم که گذشته رو هم بتونیم بررسی بکنیم. در گذشته سهم همونطور که ملاحظه می کنید، یک بار، دو بار، سه بار این خط براش حمایت به شمار می اومده. بنابراین می تونید حد ضررتون رو بذارید توی همین قیمت 3000 و حدود 100 تومن، یا حتی بذاریدش یکم پایین تر، یعنی بذارید روی 1.61 فیبو، یعنی قیمت 2952 تومن. اما خب با توجه به اینکه سهم یک روند صعودی رو در پیش گرفته، خیلی پایین نمیاد، یعنی میتونه به یکی از این سطوحی که گفته شد واکنش نشون بده. بنابراین برای فردا که حالا روز معاملاتی جدید هست، اصلا بخوایم ببینیم که بیشینه و کمینه مقداری که سهم یا بازه مجازی که سهم میتونه درش نوسان کنه چقدر هست. من اینو کوچیکش بکنم، باز بریم توی سایت TSETMC. قیمت پایانی که سهم باهاش معامله شده بوده 3484 تومن و من اینجا اگر ماشین حسابو بیارم 3484 تومن رو اگر در 95 صدم ضرب بکنم، کمترین مقدار قیمتی که سهم میتونه فردا داشته باشه 3309 تومن هست. حالا برگردیم روی نمودارمون. خب قیمت آخر معامله 3527 تومن بود. ما گفتیم قیمت کمینه‌ای که برای فردا میتونه سهم معامله بشه 3309 تومن هست. خب اول اینکه 3309 تومن رو اینجا پیداش بکنیم، من اینو بزرگ کنم دوباره. خب 3000 رو، اینکه حدود 3300 تومنه، 3309 تومن حدوداً میشه اینجا. خب من با یک خط اگر نشونش بدم، این 3200 توی تنظیماتش، من اینو دقیق واردش بکنم. خب این خط قرمز رنگی که اینجا هست، من خطشم تغییر بدم به رنگ آبی. این خط آبی رنگ یعنی 3309 تومن خطیه که فردا میتونه کمترین مقداری باشه که این سهم معامله میشه برای فردا. بنابراین اگر دقت بکنید، این خط پایینی چنگال هم که یک بار قبلا بهش واکنش نشون داده دقیقا همینجاست. بنابراین مبنا رو میذاریم بر این که ممکنه توی بازه مجاز روزش، یعنی از کمینه شروع بکنه به معامله شدن تا بالاترین حدی که میتونه معامله بشه. اگر قصد خریدش رو دارید، قبل از این بگم که تحلیل هایی که الان داریم انجام میدیم روی این نماد سیگنال خرید نیست، ولی اگر قصد خریدش رو دارید با توجه به حالا استراتژی که دارید، میتونید پله‌ای خرید بکنید یا اینکه مدیریت ریسک رو حتما رعایت بکنید و این رو هم در نظر بگیرید که فردا میتونه دقیقاً به این کفه خط پایینی چنگال یا این خط آبی رنگی که من رسم کردم واکنش نشون بده و اینکه میتونه پایین تر از این مقدار بیاد و برای سطوح بعدی که به ترتیب اول همین ویدیو معرفی کردم پایین بیاد و در نهایت آخرین حمایتش باید این خط 3106 تومن باشه، چون گفتم که قبلا هم سهم توی این محدوده حمایت شده. خب من این فیبو رو ببندمش. اگر سهم بخواد بالا بره، حالا با فرض اینکه شما پله‌ای خرید کردید، حالا با یکی از این حمایت‌هایی که مشخص کردیم
واکنش نشون داده و قصد داره که حالا ادامه روند صعودی رو طی کنه. سهم تا کجا میتونه بالا بره؟ مقاومت هایی که پیش روی سهم هست همون سقف قبلیه که اگه دقت کنید این خط قرمز رنگ رو که من رسم کردم 4049 تومن، اگر دقت بکنید قبلا هم مقاومت براش به شمار اومده. بنابراین بهتره که اولین هدف قیمتی رو توی این محدوده بذاریم. اما اگر که من بخوام یه فیبو رسم بکنم به این شکل، با فرض اینکه کندلی که اینجا زده شده، یعنی این کندل برگشتی، انتهای روند نزولی من باشه، میتونه باشه میتونه نباشه، اما با فرض اینکه این کندل انتهای روند نزولی من هست، 100% این فیبوی 3 نقطه‌ای که من رسم کردم، یعنی همین خط نارنجی رنگ که قیمت 4401 هست، میشه مقاومت بعدی که سهم باهاش مواجه خواهد بود. اما باز هم در گذشته میبینیم که در اینجا هم براش مقاومت به حساب میومده. در نهایت اگر بخوایم برای مدت طولانی تری سهم رو نگهداری بکنیم، اول اینکه هر کدوم از این خطوطی که من رسم کردم برای سهم مقاومت به حساب میان، چون با توجه به گذشته نمودار توی هر کدوم از این خطوط سهم بارها واکنش نشون داده. اما اگر بخوایم که برای حالا زمان بلند مدتی سهم رو نگهداری بکنیم، من یه فیبوی بازگشتی میزنم از آخرین و بالاترین قله‌ای که داشته به کفی رو که به عنوان کف مطلق در نظرش گرفتیم. میتونیم بگیم خب چون که یه بخش زیادی از این موج بزرگ قبلی رو اصلاح کرده، میتونیم بگیم که خب اگر قرار باشه که پیش بره، این اول به درصد 38 فیبو واکنش نشون داده، این درصد 38 و بعد اومده و تقریبا به درصد 50 فیبو واکنش نشون داده. یکی از اهدافی که میتونیم براش در نظر بگیریم درصد 88.6 فیبویی هست که من الان رسم کردم. یعنی اگر بخوایم بلند مدت تر، بلند مدت که در واقع بهتره بگم به دید میان مدت بهش نگاه بکنیم، درصد یا این خط سبز رنگ یعنی قیمت 4869 تومان که باز هم اینجا دوبار مقاومت بوده، میتونه هدف قیمتی میان مدت باشه برای این سهم. من اندیکاتورهای دیگر رو هم چک کردم با توجه به حالا یه سری اندیکاتورهایی که میشد چک کنی، هیچ در واقع سیگنالی مبنی بر این که حالا بخوایم مطمئن بشیم که این روند صعودی هست یا اینکه این روند حتی نزولی هست بهمون داده نشد. بنابراین میتونیم با همین حمایت مقاومت هایی که براتون مشخص کردم، اگر سهامدار این شرکت هستید، سهم رو نگهداری کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع بشه و اگر که قصد دارید که سهمی رو براتون تحلیلش رو انجام بدم، لطفاً نام نمادش رو برای من توی کامنت ها بنویسید.